بله میشه 33 4 تا 0 که میشه 330 هزار اوم، یا به عبارتی 330 کیلو اوم هست. یا در اینجا این مقدار با این مقدار چیه؟ در نهایت برابر میشه، چون عدد 330 رو ما می‌نویسیم 3 تا 0 می‌ذاریم، 3 تا 0 رو برمی‌داریم، مقدار به کیلو میشه، میشه 330 کیلو اوم. و باز اشاره‌ای کرده به اگر که حرف R باشه ما بین این مقاومت 0 R 1 یعنی که ممیز میشه. یه نکته ای که من اونجا خدمتون عرض نکردم در مقاومت ها این هست که اگر بر روی یه مقاومتی فقط عدد 0 رو دیدید، این مقدار به معنی 0 اوم هست. خب وقتی یک قطعه ای مقاومت نداشته باشه به چه عنوان حساب میشه؟ به عنوان جامپر یا اتصال. ها به این عنوان ما میتونیم از اون قطعات نام ببریم و استفاده کنیم. بعد از اون در مورد خازنها گفته، بازم خازنها که یادتون میاد گفتیم مثل مقاومت خونده میشه، 10 6 تا 0 میاد جلوش، پیکوفاراد 6 تا 0 رو که برداریم میشه چقدر؟ میشه 10 میکروفاراد. توضیحات دیگه هم در اینجا داده شده، دوستان میتونن اگر که علاقمند هستن استفاده کنن. نحوه لعیم کاری رو گفته که چجوری یک قطعه SMD رو روی کار لعیم میکنید، دو طرف رو ابتدا میاد لعیم میذارید، بعد قطعه رو میذاریم، این قسمت رو یعنی توی لعیم به اون مقاومت متصل نمیکنیم، لعیم رو ذوب میکنیم تا بچسبه به قسمت مقاومت، طرف دیگر رو هم همین کار انجام میدیم. یا مثلا اینجا اگر دقت کنید بعد گفته در نهایت با یک میکروسکوپ یا یک ذره‌بین قسمت رو چک کنید که ببینید خوب اتصال پیدا کرده، یا یک ترانزیستور 848 رو داره نصب میکنه. اینجا اتصالات خراب رو داره به شما نشون میده که چیا هستن. توضیح در مورد ترانزیستور هست. کلکتور بیس امیتر که توی این نقشه هم حالت شماتیکش رو برای عزیزان قرار داده. حالا انواع و اقسام داره، مثلا SOT 23 دیود زنر دیود، یعنی دو یک دیود به علاوه یک دیود زنر، مثلا SOT 89 می‌بینید کلکتور اینجاست، کلکتور اینجاست. خب یعنی که قسمت پشت با وسط متصل است، بیس امیتر هم در دو طرف دیگرش قرار گرفته. یا مثلا اینجا نوشته ولتاژ ریگولاتور، به عنوان یک ولتاژ ریگوله میتونیم استفاده کنیم برای ثابت کردن ولتاژ. گراند یا زمین، وی این وی آوت، ولتاژ ورودی ولتاژ خروجی، اینم به زمینه. ولتاژ رو در یک حد ثابت برای ما نگه میداره که بیشتر از اون نشه. میبینید که وی این که در قسمت پشت قرار گرفته و جلو یکی هست. یا مدل SOT 323 کلکتور بیس امیتر در اینجا با همدیگه شراکت دارن. SOT 89 انواع مدل ها رو چیکار کرده؟ نشون داده. یا وقتی میگیم مثلا ترانزیستور از دیود تشکیل شده، اینجا داره به ما نشون میده که دو تا دیود در داخلش قرار گرفته. نحوه‌ای قرار گرفتن دیودها رو می‌بینید. و انواع و اقسام دیگه ترانزیستورها، چون ترانزیستورها از نوع BJT، FET، MOSFET هستند که ما زیاد داخل بحث الکترونیک نمی‌شیم، فقط در همون اندازه که ترانزیستور رو بشناسیم، بتونیم شماره اون رو در اینترنت سرچ کنیم، اطلاعاتش رو به دست بیاریم، شمارش رو بخونیم، بریم مغازه یک ترانزیستور بگیریم، چطور تست بزنیم که آیا ترانزیستور سوخته یا سالم هست، اون از روی بورد برداریم، ترانزیستور خودمون رو قرار بدیم. خیلی نمیخوایم وارد بحث الکترونیکیش بشیم. بعد در نهایت جدولی رو برای ما قرار داده که مارکتینگ کد، کدای مارکش و همچنین تایپ نامبرش، اعدادی که وجود دارن که مثلا BC 87 847A
خب مثلا این یه نوع ترانزیستوره، ترانزیستور بی سی فلان هست، میگه با مارک مثلا یک ای بر روی ترانزیستور ها مثلا مشخص میکنن. این جدول به شما کمک میکنه که اگر یک زمانی اعدادی رو روی ترانزیستور دیدید بتونید شماره اون رو چیکار کنید، به دست بیارید. البته ترانزیستورها یا دیودها یا آی سی ها دارای جداول مربوط به خودشون هستن که شما میتونید از داخل اینها به دست بیارید. یا باز توی این پی دی اف دیگه که برای دوستان قرار دادیم یک مارکتینگ کد داره، مثلا FTQ و یک تایپ نامبر داره 2PA1576Q و پکیج یا بسته بندیش اینجا به شما میگه که از چه نوعی هست. SC70 SOT مثلا 323 است، SOT 23 است. ما در شکلای بالا چی بود نشون دادیم که بهتون که مثلا SOT چیه، SOT 323 یا نمیدونم 23 و بقیه چیزا نشونتون دادیم. حالا شما اگر که مثلا اطلاعات بیشتری میخواید میتونید دیگه از اینترنت هر چی مد نظرتون باشه سرچ کنید و اطلاعات خودتون رو بیشتر کنید. مهم این است که شما کد روی ترانزیستورها رو که میخونید تایپ نامبر یا شماره اون ترانزیستور، چون وقتی میرید مغازه شما میگید آقا یک مثلا BC869-25 رو میخوام، بعد در مقابل میدونید که حالتش مثلا SOT89 است، آیا قشنگ روی بورد میخوابه یکم میاد بالاتر، اون حالتش براتون مشخص میشه و ترانزیستور هم که بهتون داده میشه باز اون کدی که روش هست رو مقایسه چیه میکنید. خب بعد از مقاومت، خازن، دیود و ترانزیستور برسیم به بخش آی سی ها. فراموش نکنید که توی کانال سابسکرایب کنید، زنگوله رو به صدا در بیارید و کانال رو با دیگر دوستانتون به اشتراک بذارید. تا ویدیوی بعدی، روز روزگار خوش.